فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما هستن. سال نوتون مبارک خانم کنانی. اینطور که از تصاویر برمیاد مردم همچنان نوروز رو مهمترین جشن خودشون میدونن و به هر شکلی که بود اون رو برگزار میکنن. نظر شما رو بشنویم درباره حال و هوای مردم و اینکه ایران 1403 در چه وضعیتیه. درود بر شما. اجازه میخوام که من هم نوروز رو به هموطنان عزیزمون تبریک بگم. نوروز برای مردم ایران یک چیزی واقعا فرای تمام مناسبت‌های فرهنگی و اجتماعی دیگر هست. نوروز در واقع همون رشته‌ای هست که مهره‌های ایران و ایرانی رو در کنار هم قرار داده. به این مراسم پرشکوهی که برای مثال در هفته گذشته در کردستان برای استقبال از نوروز انجام شد نگاه کنید، ببینید واقعا چه چیزی زیباتر از این مراسم بود. در گوشه گوشه ایران این مراسم با وجود مشقاتی که وجود داره برگزار میشه. در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی در هفته گذشته اعلام کرد که برای مثال سعی داره جلوی مردم رو بگیره که مراسم سال تحویل رو در اماکن فرهنگی انجام بدن و به جاش توصیه کرده بود و حتی فکر میکنم اجبار هم در کار بود که ببرند و در مراسم در مکانهای مذهبی رو انجام بدن، مثل حالا اماکن مقدسی مثل حرم امامان شیعه و غیره. اما مردم نه تنها در اون دو مکانی که برای مثال در تخت جمشید و حافظیه اعلام شده بود جمع شدن، در خانه هاشون، در منازل، در هر جایی که میتونستن این مراسم رو جشن گرفتن. و دقیقا درستش هم همین هست. شما وقتی که در یک مبارزه تمام قد هستید سرکار خانم، باید در نظر بگیرید که این مبارزه ابعاد متفاوتی هم داره و مبارزه فرهنگی و مقاومت مدنی یکی از مهمترین ابزارهای ما در برابر کسانی هست که اتفاقا این کرامت انسانی ما و این شأن ایرانی ما رو که اتفاقا کم چیزی هم نیست، فقط اگر به این انقلاب زن زندگی آزادی نگاه کنید تبلورش رو میبینید، نشانه گرفتن. بنابراین من فکر میکنم این حال و هوای نوروزی با وجود تمام مشکلاتی که الان ما در اون وجود داریم و اینکه این پیوند بین مردم با این نوروز و با این مراسم برگزار میشه، خبر بسیار خوب برای فرهنگ و ایران ما و خبری بسیار بد برای جمهوری اسلامی خواهد. بله حتما در جریان محتوای پیام‌های نوروزی سران جمهوری اسلامی هم هستین. نظرتون چیه؟ به نظر میرسه که گویا اصلا در دنیای دیگه‌ای زندگی می‌کنن. دردناکه که ایران ما در واقع در حاکمیت کسی هست که در سخنرانی پیام نوروزیش مهمترین دستاورد منفی سال گذشته رو در واقع جریان جنگ یک کشور دیگه میدونه. به جریان غزه علی خامنه ای اشاره کرد و اون رو بدترین حادثه سال گذشته دونست که اتفاقا حادثه هم نبود و کسانی که کارشناس هستند و دست در کار دستهای جمهوری اسلامی رو در این پدیده با توجه به حداقل بنرهایی که خود جمهوری اسلامی درست در روز حمله غزه به اسرائیل، در واقع حمله حماس به اسرائیل نصب کرده بود، خیلی هم بعید نمیدونن که واقعا دستهای جمهوری اسلامی حداقل در تحریک این قضیه نقش داشته، اگر نگیم در به صورت مستقیم در جریان بوده. انگار نمیفهمند که در واقع ایران به حکومتی ایرانی احتیاج داره، به تمام مردم در گوشه و کنار ایران. ببینیم ما الان در جریان سیستان و بلوچستان هموطنانی داریم که به شدت در مصیبت هستند. گروه‌های ان جی او و گروه‌های داوطلب دارن فعالیت می‌کنن، اونطور رهبران جمهوری اسلامی در یک واقعا سراب ایدئولوژیک و تفکرات خودشون متاسفانه به همه چیز اهمیت دادن در این پیام به غیر از آنچه که باید باشه. و از همه مهمتر این که اصلا با دروغ و گفتن مشارکت بالای مردم در انتخابات سعی می‌کنن سر خودشون رو کلا بذارن. واقعا عجیبه. متشکرم از توضیحات و همراهی شما. فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت آلمان همراه ما بودید.